نازنین کو؟ نشدی؟ میگم نازنین کو؟ گیر افتاد. چرا دریوری میگی؟ میگم نازنین کجاست؟ گیر افتاد. افتاده تو زیرکی اینجا جا خوش کردی؟ ها؟ برو بینی بابا چی میگی تو؟ نشستی بیرون گوده میگی لنگش کن چی فکر کردی؟ انداختم جلو پلیس هم اومدم اینجا خدمت جنابالو؟ یا دل دوست حالا این همه تلا جواهر یه جا دیده بودی دلو چهت میگی؟ من میگم نازنین کو؟ خیلی خب بابا یه جوری نازنین نازنین میکنی انگار چه خبره ای تو صبح دوام بیاره عملش بالا نزنه بلش میکنه داد امتونه بم آفر نداری بعدش هم باید گاف صندوق که نگرفتنش تو جوب گرفتنش کجا؟ اینا سهمتون دیگه با هم دیگه کاری نداریم داریم؟ اگه بدش نکنم انقدر نفوذ بد نزن قشنگ چه هم تو حساب حالی نیست سازیقی ببین جوجه یه بار بهت گفتم چیزی نیست تا صبح بر میگرده یعنی بر میگرده دست خر رو بلاس پس این پیش من امانت میمونه تا نازنین برگرده دست خر کوتاه بس که حرف آدم زد حالی نیست ببین میزنم این یکی پات هم مثل اون یکی پات فلج میکنم دست رو کش ای
این اون سگ و گربه میمونن، دو دقیقه نمیشه تنهاشون گذاشت. بفرما، تقصیر توه دیگه این زیقی ها رو میره تو بازی. بیا برو، قرارمون فردا ساعت 2 دم پاساژ. نگران نشین. الو، الو، احمد آقا داداش نمک کو. بزن ببین چه جیگریه، یه جیگریه عین خودم. ببینم حالا بابا چی میگه. هیچی بابا، میگه مگه از اون نشه من رد چی بذارم بگیره. تهرون تهرون که میگن جای قشنگیه، فقط آدموش بدن. بیمزه نشو، دارم با جدی حرف میزن. خب بهش میگو دارم میرم خوابگاه. خوابگاه قانون داره، مقررات داره، مطمئنه. گفتم صد دفعه گفتم، میگه تو تیر و طایفه ما دختر تنها از خونه بیرون نمیره، چه برسه تهرون. بخو سرد میشه. نه مثل اینکه خودم باید یه توکه پا بیام تکلیفتو روشن کنم. بالاخره یه طوری میشه، نمیشه که دست رو دست بذاری. گندم جون هفته دیگه 2 ساله که ما با همین. یه فکرهایی تو سرمه که اگه بشه چه دوغی میشه. آره خوب کپکتم خروس میکنم. گندم ها فکرشو نکن دیگه، درست میشه. حاجی تو اینجوری نگاه نکن، درست شما به ما نظری نداری ولی ما سری تو سرا داریم. یه رفیق دارم تو تهران، پویا، بهت گفتم که؟ بله، همونی که با هم دیگه 2 سال تو عجب شیر هم پادگانی بودیم، با هم دیگه پا میچسبوندیم، با هم دیگه رختتون رو توی آفتاب خوشین کردیم. 1000 دفعه شنیدم. ای باریکلا چقدر خوب یادته. بعض خودم نباشه خیلی محله. یه چیزایی بهش گفتم، آمارو داره، حالا بهش زنگ میزنم میگم ما همین روزا راهی میشیم تهرون. اردلان میگم بابام نمیذاره. غلط کرده نمیذاره، مگه عهد تیرکمون اسیری که نیورده. خب منظورم اینه که زمونه عوض شده. ببخشید، بیا بزن جون اردی، بزن بزن روشن شد. عکس فقط عکسه که میمونه، عکس فقط عکسه که میمونه. عمو دمت گرم، یه دوتا عکس چاق از ما میگیریم. چرا نمیکنم، الان میام پیش عزیزم یه عکسم دم باخچه بگیریم. باستم پاس شرکت نکنیم، لبخم بزنیم. موبایل داری؟ واسه چی؟ یه تلفن ما رو مهمون میکنی؟ دمت گرم. ایوال دمت گرم، مثل خودمون مشتی هست.
بخونه. نمیخوام بره دانشگاه. ایو انداخته باز چی بگم؟ چرا داد و بیداد میکنی؟ آبرو داریم تو در مسایه. هی میگه خوابگاه خوابگاه. بابا خوابگاه شنو از همونجا بدتره. بچه‌ام برسم تهران واسه دیمش گرگ. الو. الو. چرا جواب نمیدی؟ لالی آقا دست درم خیلی من داشت میبخشید این شما را آخریه رو بیزمت پاک کن همه خیلی گلی پژوهشگران بخش تحقیقات زیست محیطی و شغلی کانادا در بررسی های آزمایشگاهی خود دریافتند سیگار کشیدن به تغییراتی که در سلامت نسل بعدی مردم را تهدید می کند. چه خبرتونه؟ آن کن دیگه جای تموم بفرما شما بفرما و پسش کردن نقش بسزایی در کاهش خطر سکته دارد. دانشمندان دانشگاه لیفت انگلیس دریافتند رابطه مستقیم میان عضلات گردن ورزش میکردی؟ آره دمبل میزنه بوشون کشی کردی؟ منظور مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ پیری خیلی حرف میزنی برو سر اصل مطلب اصل مطلب که پیش شما هست بیا شروع کن خب نگفتید این همه جواهر رو یک جا از کجا آوردید؟ از تو کمد ننه من اصلا با شما معامله نمی کنم بس کنید دیگه مگه دفعه اولته اگه خریداری بخر اگه نه که چرا انقدر لاس میزنی آخه این رفیقتون خیلی بدقلقه کارتو بکن هلو چند تو خریداری کسی همچین پولی اونم یک جا بالا این چیزا نمیده نداره که بده اما چون شما هستید باشه خب چه خب من باید اینا رو حساب و کتاب بکنم بعدم بهتون خبر میدم بعدن که یه فردایی پس اون فردایی زرشک پیری مثل که به غیر از خرفتی مرد رندتان کرده آخه نازی جون چرا اینقدر ناز میکنی؟ عزیز من واسه تهیه این همه پول وقت لازمه تو چی فکر میکنی؟ مگه من از جون خودم سیر شدم که این همه پول رو اینجا نگه دارم؟ چقدره؟
اینقدری از که تو و رفیقات و حالا آنها سیر نگه داره. یارو خیلی زر میزنه. گفتم چقدره؟ 5 چوغه. 5 چوغ؟ و بقیهش؟ گفتم بیشتر از این نقدینگی نداره. قرارمون 30 تا بود مگه نه؟ ارز به کارتون میاد؟ ارز؟ دلار. دلار امریکا. آره رو کن. فقط بی کلک. چیه؟ چشماتون باز شد؟ یورو نداری؟ ببین وای به حال دکه دیگه تو کفش دوشه. اگه یه وقت گیر افتادید با 2 تا چک چاک دهنتون باز نشه. جلو تو بازی گیره. تو کجا میای با این پای چلاقه؟ بسه زیقی تو هوای پاسشو داشته باش یارو در نره. اینه مرد مفنگی عوضی مگه نگفتم بدون کلک؟ گفتم یا نگفتم؟ چی شده؟ تقلبی به ما میگی نامرد؟ میزنم میکشمت. بگو اینم پولت کجاست؟ بگو بابا پولم کجا بود؟ من اینجا پول دگر نمیدارم. کجاست؟ خان بگو میکشمت. بهت گفته بودم اگه ریگی تو کفشت باشه دلت نیم. حالا مثل بچه ی آدم دولاروی اصل رو دیگه کنی. اصل کلید گاف صندوق کجاست؟ کلید گاف صندوق کجاست؟ ساکر ساکت. هرچه دارم به تو میدم. مطمئن باشید. شما برو اون کلکله رو بده پایین تا اسمتمون هویدا نشده. باشه چش. بجام. هرچه دارم به تو میدم. خدا. کثافت. چه غلطی میکنی؟
سلام هستم. باد سلام. در خصوص اتهام آقای اردلان فدایی فرزند محمود 32 ساله تبعه ایران فاقد پیشینه کیفری دایر بر یک فقره سرقت تعزیری و یک فقره ضرب و جهل و با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده این دادگاه جرایم انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و آقای اردلان فدایی را به تحمل 2 سال حبس محکوم می نماید. آخه دختر چرا با خودت اینطوری می کنی؟ نگاه کن تو رو خدا، شده یه پوست و استخون. گفتم صبر کن مادر، صبر داشته باش، بالاخره بابا تو راضی میکنه. راضیش میکنم، بیا بغل من. جون مامان گریه نکن، بهت قول میدم، قول میدم راضیش میکنم. هنوزم عاشقتم، شاید تو هم مثل منی. چرا چرا دلم رو میشکنی؟ هنوزم عاشق توام، شاید تو هم مثل منی. چرا چرا دلم رو میشکنی؟ بی تکرار چشمای تو میمیرم، ولی محو تماشای تو میمیرم. هنوزم عاشق تو، شاید تو هم مثل من. خیلی مواظب خودت باش، ما رو بی خبر نذاری.
تهران جا نمونی. آش خالیه. ما اون نمونه میخوای. هنوز که سر برج نشده. بله. یعنی اینقدر صدام عوض شده؟ یه چند سال تهرون نشینی عوضت کرده؟ منم. اردلان. یه لحظه. سلام از ماست. شما باید آقا اردلان باشین، درسته؟ بله. شما کجا میدونی؟ از عکسایی که نشونم داده بود. من مهریم، هم دانشگاهیش. ببخشید معطل شدید، FFمون خرابه. شما باید ببخشید، به خیالم گندمه. اشکالی نداره، همه صدای ما دوتا رو اشتباه میگیرن. حالا بفرمایید تو تا گندم برگرده. مگه نیست؟ رفته بیرون، میاد. اما فکر کنم تا غروب بر نگرده. حالا شما بفرمایید تو، شما که غریبه نیستید. نه ممنون. میرم یه چرخی تو ترونتون میزنم، دوباره بر میگردم. فعلا باشید. ببخشید. بی زحمت وقتی گندم برگشت اینو بدیم بهش. ممنون. باجت. خداحافظ. رفت. فهمیدم. کار دسته؟ خیلی خوشگله. فکر کنم تو زندان درستش کرد. از عکسایی که نشونم داده بودی خیلی داغون‌تر شده بود. گندم کجایی پس؟ دارم میام. از اداره برق اومده بودن کنترل چک کنن، الان دارم میام. بگو برم، ممکنه برگرده ها. کجایی تو؟ چی شده مگه؟ یه پسر اومده از شهرستان، میگه از بستگانته. اونجا چی کار میکنه؟ من چه میدونم، از من میپرسی؟ جهانم دیدتش؟ نه بابا، هنو سرگلش پیدا نشده. خیلی خوب، من خودم میرسونم. خدا آقا جهان سابکارمون میگه گندم رفته نمایندگی، تا یکی دو ساعت دیگه هم برمیگرده. شما هم اگه میخواین یه کافی شاپ این بغل هست، میتونین منتظر بمونین، هر وقت که اومد میگم بیاد پیشتون. ممنون. میدونی چقدر سخته.
ولی مرد خوبی باید باشه. فکر کنم آینده خیلی خوبی با این مرد میتونی تو زندگی داشته باشه. نه تنهاست. ببخشید خانم، دنبال کسی میگشتی؟ بله، یه پسر جوان حدودا 30 ساله. 30 ساله؟ خب حالا چه شکلی هست؟ راستش چی بگم، خیلی وقت ندیدمش. حالا خیلی هم نیازی نیست، از قدیم گفتم پهلمون زنده رو عشقه. آره دیگه، دوز حاضر و بزم حاضر. برو بابا. چی شد خانم؟ بریم. یه ناز نکن دیگه، بریم. خانم کوچولو. خفش آشغال. اوه چه بد اخلاق. جایی میخواد بریم؟ تو چی میگی دیگه؟ معلوم از کجا این؟ من کجا؟ تو؟ خیالم کردم بعد از این همه مدت که هم دیگه رو ببینیم یه جوره دیگه یه حرف بزنیم. ما به بهانه یه شنیدن این خبر به من نگاه و این که شنیدیم از این هفته قرار در بود رو تجربه بشه این خبر و این اطلاعیه خیلی خواهد کنید با من شلطن لرجانی رئیس انجمن سنف قیافت اقشن مهمان برنامه روز ما به ایران و دیوزی جانب هستن زمین که آقای عدم کاشناس مختلف نمیخوای بپرسی چی شد این همه سال به من چی گذشت حتی حاضر نشدی سراغی ازم بگیری ندیدی تهرانو میگم به من نگاه کن بدون دادگاهی منو محکوم کردی و حکم بردی بابا انصافتو شکر ابی نداره نه نگام کن نه با هم حرف بزن شنیده بودم که میگن از دل برود هر آن که از دیده برود چه بله شما به جا نمیارم من بعدم با تو تماس میگیرم این کالاها شامل تایر خودرو از بابازی تجهیزات پزشکی لباس کجای جمال زاده برم من سر نصرت پیاده میشم به هر حال حلالم کن وظیفم بود تا خلاص میشم بیام پیدات کنم و ببینمت درست و غلط به توضیح بدم که چی بود و چی شد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در مصر خب بردار شاید کار واجب داشته باشه هنوزم نمیخوای حرف بزنی؟ تو این چند سال حتی یک لحظه هم نبود که بهت فکر نکن ولی هر بار از خودم میپرسیدم چرا؟ 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 هر باری که میپرسیدم کمتر جواب چراهامو میگرفتم میدونی که بابات نه نمیدونم با پیغام پس خمایی که بابات هر روز واسه من قطار میکرد به خیاله تا کی با کدوم کار با کدوم پول میتونستم کمر راست کنم و واسه به دست آوردن پا پیش بذارم هان پس میخواستی با پول دوزی به قول خودت کمر راست کنی یا جواب پیغام پس خمایی بابامو بدی آره اما یه لحظه فقط یه لحظه پیش خودت فکر نکردی که اگه این ماجرا به گوش طرفت برسه چه حالی میشه تو من چی دیدی که فکر کردی میتونی منو با پول دزدی خوشبخت کنی آن؟ گندم
هفته اول گیج بودم، اصلا نمیدونستم چی شده، چی به سرت اومده. فقط میدونم تو اون حال به هر کی که رسیدم سراغ تو رو گرفتم، هر جا که رفتم سراغ تو رو گرفتم. وقتی هم که شنیدم یخ زدم، انگار دنیا خراب شد رو سرم. این آدم های مست شده اصلا باورم نمیشه. تو با من بد کردی اردن، رو بهم دروغ گفتی که داری توی شرکت کار میکنی. اردلان من یه دخترم، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ فکر میکنی من بدم یاد جای کار کنم که با رشته تحصیل اینجوره؟ اردلان اینجا تهرانه، کار و زندگی و هزار جا کفت و زهرمار دیگهش با شهرستون کلی فرق میکنه. تازشم از اون موقع کلی گذشته، اردلان خیلی چیزا عوض شده، تو که نبودی. ناراحت نشو، معذرت میخوام. ببین منظور من اینه که نه، تو راست میگی. خودم هم اینو از وقتی که اومدم از زندان بیرون و وارد این خراب شده شدم فهمیدم، انگار یه جورای غریبم. آدم ها، رابطه ها، رفتار ها، حرف ها، انگار یه جوری دیگه است. گندم بگم، اونم تو هم یه جورایی عوض شدی، دیگه این اون گندم سابق نیستی. دیوونه، این چه حرفی رو میزنی؟ گفتم که معذرت میخوام دیگه. پویا چی؟ گفته بودم که همه جوره میتونی روش حساب کنی. اون بنده خدام هر کاری که از دستش برمیامد کرد، خدایش کوتاهی نکرد. ولی میگم که تو تهران انقدر همه سرشون شلوغ و درگیرن که دیگه نمیشه سرباره کسی بود. تو این مدت لحظه نبود که از فکر تو غافل بشم، فکر این که تو تک و تنها تو شهر غریب، اونم تهران، به قول بابات قاطی این همه گرگ، چجوری داری سر میکنی دیوونم میکرد. توی زندان یه فیلم میدیدیم، هنرپیشش میگفت یه شیر مرده بیرون قفس به 100 تا شیر زنده توی قفس شرف داره. آدم تو گرفتار نباشه نمیفهمه. دلم گرفته گندم، خیلی دلم واسه اون روزه تنگ شده.
اون روزا که با هم دیگه میرفتیم کنار دریاچه امامزاده. اینجا هم یه امامزاده داره عین مال خود. باشه خواهشون آمارد. بله بفرمایید. خواهش میکنم. خفش و آشغال. الو سلام. ببین من امشب نمیتونم بیام. نه دیگه نمیشه. میگم حالا بعدم بیام. نه 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 چیزی نشده. خدافظ خدافظ. نه خدافظ. نوشه جون من میرم یه سر مغازه بزنم. بابا برای نرفتن تصفیه حساب که باید برم یه سری بزنم. میفهم. ملاحظه مهرم نکن. اگه فکر میکنی مسافر خونه سخته که یا بالاخره ناراحتی تعارف نکن. بیا خونشم. نه تعارف نمیکنم. اینجوری راحت. پس فعلا گندمم.
سعید سعید سفر کمک کنه دیگه بیرون باشی که چیزایی نشون چطوری عمو؟ تو کجا؟ اینجا کجا؟ چرا انقدر داغون شدی؟ چرا بهم دروغ گفتی؟ چرا منو بازی دادی ها؟ چرا مینوشتی همه چی رو به راه نگران نباش؟ میدونی کجا میره؟ میدونی با کیا میپره؟ میدونی چه ماشینی زیر پاچه؟ اینا رو میدونستی و چیزی نگفتی؟ حالا تا حقم داری پیروز که خودم رفتم در خونهش تو خونه بود و خودش از من قایم کرد تو یه مغازه کار میکنه خاطر یه مش کسافت هرزه میپله که تو میدونستی و چیزی نگفتی با پسرها قول قرار تلفنی میذاره میره خونهش تو امانت داره خوبی نبودی هم خدمتی این اون گندمی نبود که من به تو سپردم کسی بودی که من تو تهران داشتم نمیتونستی نمیخواستی چرا قبول کردی چرا قبول کردی گفته بودم به تهران درندش تو آدماشو نباید اطمینان کرد معلوم شد که خیلی خوشبین بود جای من اینجا نیست همش ارزونی خودتون خانم گندم سرلک الو به چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ 10 دفعه زنگ زدم دیگه نمیدونم اومد اینجا هرچی حرف از دهنش در اومد به من گفت خب چرا گذاشتی با اون حالش بره؟ تو میخوای برو ایسکار راحت من میرم ترمینال خدافز ای بابا یه مانز از کل خدمتمون مونده او تا این یه ما تمام بشه تازه بیا تمام بشه بابا یه پیله کرده بیا زن میگی خلان کن کار کجا یعنی اینقدر سابقم پیشت خرابه یعنی اینقدر برات بی ارزشم که همه چیزو میبینی ازم نمیپرسی کجا میری با کی آدم خوری حال روزت چیه
تو که بعد از این همه سال بهم شک داشتی واسه چی اومدی سراغم؟ ها؟ حداقل موقع رفتن یه خدافظی میکردی. یعنی اینقدر ازم متنفری که حتی حاضر نیست با هم حرف بزنی؟ چرا گندم؟ چرا؟ لااقل بهم دروغ بگو، فکر کنم دارم اشتباه میکنم. یه هر جایی خیابونی همونی که تو میدونی. خسته شدم اردلا، خسته شدم از همه چی، خسته شدم از خودم، از آدم ها، از زمونه، از همه چی خسته شدم. تو یکی دیگه نمک به زخمم نبود. سری که اون روز تو خونم بود و نخواستم ببینیش، این ماشین هم مالا اون سویا هم میدونه، واسه همینه که نمیتونست بهت حرف بزن. بهتری؟ چرا نگفتی حال و روزت این شکلی شده؟ به کی بگم؟ به هم خدمتی امانت دارم؟ دلخور نشو رفیق، خیلی پیشتر از اینا باید میفهمیدم دوره این حرفا دیگه تموم شد. سرامت داره تموم میشه، من میرم پرستار رو صدا کنم. گندو میشه یه خواهش ازت بکنم؟ آره حتما. گفته بودی اینجا هم یه امامزاده داره، دوست دارم بیاد درد و دل کنیم مثل اون وقتا. خوب
تو یه پسر غریبه تنها، یعنی چی؟ من بیرون منتظرم. خب این سوالی بود که صد بار از جفتمون پرسیدم. مرجان تازه پایان‌نامه‌اش رو داده بود، اسمش مرجان بود، دوستم رو میگم. به مناسبت فارغ التحصیلیش میخواست یه مهمونی بگیره که به قول خودش همه رو دور هم جمع کن، ولی ای کاش نمیگرفت و ما هم نمیرفت. وقتی وارد شدم دیدم برنامه‌ای که چیده شده با اون چیزی که من تصورش می‌کردم خیلی فرق داشت. خواستم برگردم ولی نشد. فهمید چی به هم ریخت. چنان بلوایی به پا شد که نگو. هر کی از یه طرف دنبال راه فرار میگشت. اوضاع بدی بود. حداقل واسه من شهرستانی که اولین بار بود پامای همچی جایی میذاشت. همه چی به هم ریخته بود. شب بدی بود. نمیدونم خودم رفتم یا با مسیر آدمایی که دنبال راه فرار میگشتن رسیدم با اون اتاق لعنتی. هیچکی تو اتاق نبود. ترسیده بودم از اینکه یه موقع بگیرنم، از آبرو، از بابا. هر دومون رو به بقیه آدم هایی که گرفته بودن بردن منکرات. تو بازجویی هرچی گفتم، هرچی زجه زدم، هرچی التماس کردم که به خدا تو اون اتاق بین ما دوتا هیچی نبوده، هیچ گوشی نشنید. نمیدونستم چی بهش بگم. اونم به بابایی که از اولش دلش راضی نبود. نمیشد بهش قبولون. نمیشد تومندهای بی افتی و بی بند و باریاشو تحمل کرد. تو پزشک قانونی خون خونشو میخورد. با اینکه جواب پزشکی قانونی منفی بود، وقتی پسر دید زل زد تو چشاشو گفت دختر بزرگ نکردم که اسباب خوشگذرونی و سرگرمی دیگران باشه و مایه بیابه روی من. حالا که اینطوره بیخریش خودت، باید بگیریش تا رضایت. با یه عاقد و چند تا شاهد عقد دائم اون کرد. طبق قانون و اصرار بابام یه دست و یه پای دامادم مهریم بستن که نتونه طلاقم بده. قاضی هم وقتی قباله ازدواج رو دید حکم و شکست و پرونده مختومه اعلام شد.
وقتی داشت میرفت فقط یه جمله گفت. دیگه توقع پدری از من نداشته باشه. چطوری هم خدمتی؟ اونا دنبال طلاقه، دارن از هم جدا میشن. چجوری؟ وقتی یه دست و یه پا مهرشه. راه حل قانونیشو پیدا کردی، درست میشه. خیلی بده که آدم بعد از این همه سال رفیقشو ببینه و باش دست به یقه بشه. دیگه گندم هم داره میاد. بالا منتظرم. نه دیگه پویا، خواه تو لوس نکن. گندم خداحافظ. پویا میگفت دنبال طلاقه. آره اون میدونه من تو رو دارم. یه هفته بعد از ازدواج دادخواست طلاق رو امضا کردیم فرستادیم دادگاه. طلاق توافقی. اون روزم با دوستش که وکیل اومده بود خونه که کارهای قانونیشو بکنی که تو رسیدی. قرار بعدی خونه خودش گذاشت. پس قضیه دست و پای دوماد چی میشه؟ قانون ما هزار جور تبصره ماده داره. گفتن اگه دختر راضی باشه میتونه مهریهشو ببخشه. چرا اون شب تو تاکسی بهم نگفتی؟ شب نمیدونستم اگه وضعیتون خوبه.
تو سربازی معلوم نیست، همه یه شکلن، یه لباس، یه بوتین، یه یغلبی. اینجا خونه بابا ایناست، من اینجا زندگی نمی کنم. گفتم بیایم اینجا که راحت تر باشیم. از اون سالی که رفتن خونه همینجوری خالی افتاده، هرچم که رد کردنی بود رد کردن و مونده این خنزر پنزر. خنزر پنزر اینه واسه پنج تا مثل من یه زندگیه. تو چی؟ میخوای بری؟ دنبال کاراشم. بالاخره باید رفت. من نباید وارد این بازی میشدم. کدوم بازی؟ همین قضیه رو میگم دیگه. اگه من نبودم یا نمیامدم، اونا داشتن زندگیشونو میکردن دیگه. نه طلاقی، نه وکیلی، نه دادگاهی، هیچی نیاز نبود. مثل اینکه تو متوجه نیستی ها. میگم اینا تا حالا یه شب تا صبح هم با هم زیر یک سقف زندگی نکردن. همه جریانات فقط یه اتفاق بود. پویا من تمام عمرم هم کار کنم، حتی نمیتونم یه ماشین مثل اونی که زیر پاشه و سش بخرم. چه برسه به اینکه اینا که میگی یعنی چی؟ تو این فکرم که هیچ پدری بعد دخترشو نمیخواد، حالا هر چقدرم از دست شاکی باشه. وقتی یکی دخترشو وادار به ازدواج میکنه، حتما یه چیزی تو اون پسر دیده که این کارو میکنه. دیوونه شدی پسر؟ مگه همه زندگی پول و ماشین و این حرفاست؟ نکنه پسر آدم حسابی باشه. هیچ تا حالا تو چشاش نگاه کردی؟ از دلش خبر داری؟ میخوام ببینمش. پسره رو میگم. تو واقعا دیوونه شدی؟ آخه واسه یه چی؟ دیدن چه فایده ای داره وقتی قرار از هم جدا شن؟ من نمیفهمم، تو شریک دوست یا رفیق غافله؟ نه شریک خوبی واسه دوست، نه رفیق خوبی واسه غافله. خیلی دوست داره گندم، خیلی. هر جوری از فردا اول صبح باید قضیه دادگاه تموم شه. سلام. هنوز نیومده؟ نه، موبایلش هم خاموشه. ببین اردلان، من خیلی دلیل اصرار تو رو نمیفهم. بگی شمارشو.
خاموشه. بگی بابا این اسباب بازیت رو. اومد. تنهاست که؟ ببین یه دقیقه وایسا معلوم برد. چی قاضی دادگاه قبله ازدواج شناسنامه ها رو خواست مام بهش دادیم. علت طلاقم پرسید، ما ماجرا رو براش تعریف کردیم. اگه مشکلی پیش نیاد فردا همه چی تموم بشه. فقط میمونه ثبت دفتر خونه. گفتن 4 تا شاهدم لازم. اونو که جور میکنیم. نفهمیده که. نه نمیدونم. سلام. سلام. پس پسره کو؟ بریم بهت میگم. پسره کو؟ گفتم بیا تو ماشین بهت میگم. منم اگه جای اون بودم نمی اومدم. خدایش تو اگه جای اون بودی می اومدی. قبول کن که نمی اومدی. ولی من مطمئنم که گندم بهش نگفته. من اگه جای تو باشم خیلی پیگیر ماجرا نمیشم و به روی گندمم نمیام. چرا؟ خب شاید یه چیزایی بینشون باشه که نمیخوان ما بفهمیم. چه چیزه؟ ببین هر چی باشه دیگه این دوتا زن و شوهر قانونی هم نه؟ تو که گفتی چیزی بینشون نبوده و به نیت طلاق با پسر سر کرده. این دیگه چه بازیه؟ گوش کن. نه تو گوش کن. تو که دایه عزیزتر از مادر شدی. من اگه تو این خراب شدم برای خاطر گندمه که اینجا. اصلا به خیالت واسه خاطر کی بهترین سالهای عمرم و پشت میله‌های زندون حروم کردم ها؟ ببین رفیق یه جمله میگه، ما همه چیزو برای همیشه چال میکنم. اون قراره زن تو بشه، شریک زندگیت که میدونم هوا تو داره و پات وایس داده. پس اگه واقعا دوستش داری و میخواش مردش باشو پسش بگیر. اگرم به صداقتش شک داری دیگه براش آقا بالاسری نکن و برای زندگیش تصمیم نگیر. داره میاد. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ هیچی. چه؟ تو دیگه چته؟ دوباره عاشق شدی؟ حقم داری. اسمت روته. میدونی یه وقتی یه چیزی تو دلمونه
که به این راحتی ها ولکن نیست. وقتی حس میکنیم داریم از دستش میدیم تازه یادمون میفته چه خبره. حالا که قراره سرنوشت مسیر آدمش رو تعیین کنه، حداقل بذار ما برای خودمون تصمیم بگیریم. تو هم برو سراغ سرنوشت. حلال زاده ای چی شده؟ داشتی غیبت همونی کردی؟ اردلان کجاست؟ هیچی، بهش گفتم بیاد ولی نیومد. فکر کردم تنهاش بذارم تا با خودش کنار بیاد. الو میشنوم. خیال کردم قطع شد. چهار تا شاهد چی شد؟ گفتم که جورش میکنم. تصمیمی که گرفتیم درسته یا نه؟ دوباره میخوای شروع کنی؟ نمیدونم. خیلی خوب، برو استراحت کن. طوری شده؟ خواب که نبودی؟ نه بگو چیزی شده؟ تو مطمئنی که به پسره گفته بود که میخواستم ببینمش؟ چرا یه سوالی رو صد بار از آدم میپرسی؟ خب مسلمه که گفتم. میدونی چیه گندو؟ هر رقم کلامو قاضی میکنم و حقو به خودم میدم و حتی خودخانه رفتار میکنم. میبینم باز این وسط یه چیزایی هستش که حق من نیست. من نمیفهمم اردلان، معنی این حرفا یعنی چی؟ پویا گفت فردا قرار مهسا رو طلاق و قطعی کردیم. من نمیخوام این وسط چجوری بگم، خدایی نکرده باعث و بانیه. این بازی ها چی اردلان؟ من همه این مصیبت ها رو کشیدم که به تو برسم و تو داری اینجوری جواب منو میدی؟ گندو، هیچ پدری نیستش که بعد دخترش بخواد. این خیلی خودخواهیه که من به خاطر خودم لگد به بخت تو بزنم. ببین گندو، وقتی یه پدری دخترشو میسپاره دست یکی، حتما یه چیزی تو اون طرف دیده که این کارو میکنه. خوبه، خودت میبری خودت هم میدوزی. دست این دایره من کیم؟ چرا انقدر منو سرد و گرم میکنی؟ دست این بازی چرا سرم؟ نخواستن من دعواست. خیلی بی‌انصافی اردلان، خیلی. گندم خواهش میکنم خودتو ناراحت نکن. خب الو 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 های عمو، خوردش کردی؟ تلفن تایمر داره. سلام آقا، سرلک هستم. یه ماشین میخواستم برای خیابون فرشته. ممنون، منتظرم. من رو ماشین از پارکینگ در بیارم. وای منتظرت.
این موقعی صبح اینجا بی خبر. تا قبل از این خیال میکردم که دنیا خیلی کوچیکه. اما دیشب تا صبح که تمام اتفاقا رو کنار همدیگه قطار کردم، فهمیدم که دنیایی که ما توشیم خیلی خیلی کوچیکه. هیچ وقت دروغوی خوبی نبودی. حلالم کن. اون شبی که گندمو تعقیب کردم و به اینجا رسیدم خیلی فکرهای بدی کردم. خدا منو ببخش و بیاموزه. پشت سر تو هم خیلی دری بدی گفتم. در مورد گندمم یه طرفه به قاضی رفتم. گفتم تا محضر نرفتی و کار طلاقو تموم نکردی بیام یه چند کلمی با هم دیگه صحبت کنیم، شاید دیگه نیازی نباشه. شما دوتا تو مردونگی و رفاقت میخواستین روی همدیگه رو کم کنیم، اما هیچ وقت نفهمیدین که این وسط من چه حال زاری دارم. اون یه جور نقشه میکشید، تو یه جور. بیا قهوتو بخور. دیگه همه چیز تموم شد. اون این دو سال خدمتمون تو مردونگی و رفاقت هیچی کم نیاورد. هر موقع میباختم شریکم بود، هر موقع میبردم منو تنها میذاشت.